در این فیلم در مورد یکی از مشکلات چیلر های جذبی صحبت می کنیم. چیلر جذبی که مشاهده میکنید به مدت شش ماه چیلر شکافته شده بود و در مرز هوای آزاد قرار گرفته بود. و به همین دلیل باعث خوردگی بسیار شدیدی در قسمت های مختلف شده بود. نازل ها دچار گرفتگی شده بودند. مبدل حرارتی دچار گرفتگی شده بود در نتیجه ما چیله رو شکافتیم همونطوری که میبینید در قسمت مبدل آلودگی بسیار شدیدی وجود داره در این قسمت همونطوری که میبینید فنرهای توربالاتور بیرون کشیده شده بود و تعداد بسیار کمی فنرهای توربالاتور باقی مونده بود همونطوری که میبینید این فنرها باعث مخشوش شدن جریان سلاشن رقیق میشه و در نتیجه تبادل بهتری صورت میگیره بین قلیز و رقیق در داخل مبدل حرارتی از تعداد 90 عدد فنر تنها 15 عدد فنر در داخل مبدل باقی مونده بود که عملا نمیتونه راندمان خوبی داشته باشه شکافتن چیلر جذبی رو ما می میتونیم به عنوان اشتباه ترین کار بیان بکنیم برای تعمیرات چیلر جذبی اما در بعضی موارد چاره‌ای وجود نداره و نیاز هستش که چیلر جذبی شکافته بشه. البته این در مواردیه که آخرین راه حل ممکنه باشه. دقیقا مثل جراحی عمل قلب باز میمونه که واقعا زمانی که نیاز مبرم وجود داشته باشه مبایس این کار بکنیم چون در این فوایدش ضررهای بسیار زیادی هم داره. و همیشه توجه بکنید بعد از چنین تعمیراتی به هیچ عنوان چیلر دارای راندمان قبلی نخواهد بود و ظرفیت برودتی چیلر کاهش پیدا میکنه اما مشکل از کجا ناشی میشه ببینید این چیلر قبل از اینکه شش ماه در مرز هوای آزاد باشه لیک داشته و در نتیجه هوا وارد چیلر میشده پس ما دوباره به گزینه اول میرسیم یعنی در صورت عدم ورود هوا به داخل چیلر جذبی و نشت اکسیژن به داخل چیلر جذبی و وجود وکیوم بسیار مناسب ما میتونیم طول عمر بسیار بالایی رو برای چیلر جذبی انتظار داشته باشیم پس در صورت در مدار بودن پمپ وکیوم و همچنین سالم بودن پمپ وکیوم اطمینان از این پیدا بکنید که پمپ وکیوم سالم هست که روش تست پمپ وکیوم رو در یک فیلم به صورت جداگانه توضیح دادیم بعد از اینکه اطمینان پیدا کردید که پمپ وکیوم سالم هست وکیوم کردن رو به صورت دوره‌ای و بر اساس نیاز به صورت مرتب انجام بدیم دیگه با چنین مشکلاتی روبرو نمیشیم که باعث صرف وقت بسیار زیاد هزینه های بسیار زیادی میشه و نتیجه پایانی کار هم لذت بخش نیست و نمیتونیم راندمانی که مد نظرمون هست رو داشته باشیم تنها با اعمال یک سری تمهیدات هستش که ما میتونیم چنین چیلرهای جذبی رو دوباره بتونیم توی مدار بیانیم که نصب فیلترهای مخصوصی هستش که برای این چیلرها نصب میشه سپراتور هایی که بایستی بر روی این چیلرها ها نصب بشه تا چیلر دوباره بتونه برودت بده و در این حالی که برودت به میزان قبل نخواهد